بیان حقایق درباره واکسین کرونا یا کووید 19. من چرا واکسین کرونا یا کووید 19 را بگیرم؟ واکسین بهترین شیوه برای حفاظت شما از ویروس کرونا کووید 19 می باشد. هنوز هم زیاد دیر نشده است که دوزهای تجویز شده واکسین کرونا کووید 19 را بگیرید. واکسین چانس مبتلا شدن به علائم خطر جدی صحی و یا بستری شدن در شفاخانه با ویروس کرونا کووید 19 را کاهش می دهد. گرچه واکسین کرونا یا کووید 19 چانس مریض شدن شدید شما را کاهش می دهد، با وجود آن هم شما ممکن است به ویروس کرونا کووید 19 مبتلا شوید و آن را انتشار دهید. بعد از این که شما واکسین کرونا را تطبیق کنید، این مهم است تا شما به جدیدترین مشوره ها جدا گوش دهید. آیا واکسین ویروس کرونا کووید 19 بدون خطر است؟ واکسین های ویروس کرونا کووید 19 مثل واکسین های دیگر از همان مراحل کنترل سلامتی گذشتند. این واکسین ها ایمن و مؤثر بوده و برای استفاده در انگلستان توسط اداره تنظیم کننده محصولات دوا و خدمات صحی Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency MHRA منظور گردیده است. واکسین ها بالای مردم از اصل ها یا سابقه های مختلف چون آفریقایی، آسیایی، سیاه‌پوست، کارائیبی و جامعه سفید تجربه گردیده است. واکسین ها دارای کدام محصول حیوانی، تخم، گلوتین یا گندم نمی باشد و برای اشخاصی که از مرض سلیاک رنج می برند مناسب می باشد. رهبران مذهبی در اسکاتلند در بسیاری از مذاهب و در سراسر بریتانیا واکسین ویروس کرونا کووید 19 را حمایت می کنند. قرار ملاقات های واکسین appointment. واکسین های ویروس کرونا کووید 19 برای همه کسانی که در اسکاتلند زندگی می کنند رایگان می باشد. هیچ گونه کنترل مهاجرتی نیاز نمی باشد و شما نیاز به راجستر شدن با دکتر فامیلی یا نمبر CHI ندارید. اگر در زمان قرار ملاقات خود شما به ترجمان نیاز داشتید، ترجمه موجود خواهد بود. برای جزئیات اینکه چگونه باید واکسین خود را تطبیق کنید، آدرس nhcinform.scot/covid19vaccine را ببینید یا که به خط کمکی ملی رایگان با این شماره 0800-03-813 در تماس شوید. اگر زبان انگلیسی زبان مادری شما نباشد، شما می توانید یک ترجمان را در خط کمکی درخواست کنید. واکسین ها برای اطفال و اشخاص جوان. تطبیق واکسین اطفال را کمک می کند تا در مقابل ویروس کرونا کووید 19 حفاظت شود. گرچه اغلب اطفال عموماً دارای مریضی خفیف می باشند، آنها می توانند که میکروب را به دیگران در اجتماع انتقال دهند. در اسکاتلند برای اطفال و اشخاص جوان که دارای سنین 5 الی 15 باشند، واکسین کرونا کووید 19 پیشنهاد گردیده است. میلیون ها دوز واکسین کرونا کووید 19 در سراسر جهان به اطفال داده شده است. بعد از قرار ملاقات شما، مثل تمام واکسین ها امکان دارد که شما بعضی از عوارض جانبی معمول را بعد از واکسین کرونا کووید 19 تجربه کنید. به طور مثال ممکن است بازوی شما در جایی که سوزن داخل شده است درد کند یا دارای سردردی باشید، احساس خستگی یا درد کنید. این عوارض جانبی به صورت عموم خفیف می باشد و بعد از چند روز رفع می شود. حاملگی و شیر دادن اطفال. تطبیق واکسین ویروس کرونا کووید 19 بهترین شیوه برای حفاظت زنان حامله و اطفالشان در مقابل ویروس کرونا کووید 19 می باشد. این مهم است که زنان حامله تمام دوزهای واکسین کرونا کووید 19 تجویز شده را هرچه عاجل تطبیق کنند. اگر شما در فکر حامله شدن هستید، ثبوت یا مدارک وجود ندارد که کدام تاثیر واکسین های ویروس کرونا کووید 19 را بالای باروری ثابت کند. اگر شما طفل را شیر می دهید، پس شما به راحتی می توانید واکسین ویروس کرونا کووید 19 را تطبیق کنید و به شیر دهی به طور معمول ادامه بدهید. معلومات مزید. اداره ملی خدمات صحی NHS در اسکاتلند جدا توصیه می کند تا واکسین را تطبیق کرده و این معلومات را با دوستان، فامیل و همکاران خود شریک کنید. اگر کدام سوالی درباره واکسین ویروس کرونا کووید 19 داشتید، برای معلومات بیشتر به شکل‌های مختلف فرمتس یا زبان‌های مختلف از این وبسایت دیدن کنید. nhcinform.scot/covid19vaccine-leaflets یا به شماره 0800-03-813 زنگ بزنید که از ساعت 8 صبح الی 8 شب موجود می باشند. اگر زبان انگلیسی زبان مادری شما نباشد، شما می توانید یک ترجمان را در خط کمکی درخواست کنید.